کرانه تا کرانه تواناترین مالک تام در جهان خداست، دادار ابر دوران و نهان زیستی ز پیدایش جان خداست. کوههای یخی در هم شکست و کان آب شور پدید آمد، آب تبخیر گشت و ابر باران زا گردید و باران شدید آمد. اقیانوس ها با میلیون ها آب زیان عظیم زمین را سبزه کردن، بگذشت روز داری ز دیر زیستان. آلکان ها آنچه عرضه کردن، نفت و گاز و زغال سنگ دست آمد آن سازواره به بازیستی. عنصرش عالی از هیدروکربن ها تا تو آسان بزیستی. کشف کانی و کارخانه ای از مالاخیت دولومیت استاتیت، استخراج اولیوین و بساکانسات خواست او صنعت بسازید. باران بارید، دانه رویید، مخلوق را یک نواخ روزی ببخشید. چرخه اقتصاد بچرخید و توزیع و تولید و تجارت بدرخشید. ای باز خود باشان خون آشام، این همه نعمت را قانه نشدن، مستبدان خدایی می کنند و نان شب را زملت مانه شدن. امروز اردیبهشت 99 در 17 پیام خود به گوشه ای از علوم اقتصادی یا سندلما در واقع با نام بنیادین تی ام بیناک ایران که بر مبنای 6 تی شروع می شود می پردازد. طبیعت تامان ها، آب و باد و باران، خورشید و خاک و خوشه، جنگل و جریان جغرافی، تکفیر محالا یا تجدید ناپذیر مثل سوخت های فسیلی و مواد معدنی، تبدیل و توسعه، برکشی اکونومی توسط داشته های طبیعی با تأسیس پالایشگاه و صنایع پتروشیمی و گسترش انرژی های نو، زیست توده‌ای و بدون کربن، جهت ایجاد شرکت های بیوتکنولوژی و نیروگاه های آبی و بادی و خورشیدی و زمین گرمایی، تولیدات مستقنی، کارخانجات، مجموع افزارها، ساخت و ساز، ساختمان، کارگاه، شرکت، کنسرسیوم، هر آنچه که عامل رونق تی ام بیناک کشور در تولید ناخالص باشد. تجارب، تلاش و تعلم انسانی شامل مشاغل، شاغلین کشور، انکشاف و آفرینشگری، شأن شهروندی و معاش و زندگی که از برای قوای انسانی است، تراکنش ارضی و تجارت مرزی، وامداری و بدهکاری و داد و ستد خارجی، دارایی و درآمد و سپرده های خارجی. حال بخشی از داشته های کشورمان را همراه هم می شماریم. جمعیت ایران نزدیک بر 84 میلیون نفر با طول پهنای تخمینی 2 میلیون کیلومتر در منطقه بی‌نظیر خاورمیانه 14 کشور وسیع جهان می باشد. در تکثیر محالات دارنده بزرگترین میدان گاز طبیعی و 4 ذخایر نفتی، همچنین با بودش معدن منگنز، نیکل، نقره، روی، اورانیوم، کوبالت، کرومیت، طلا و معادن بیشمار فلزی و شیمیایی در رده 8 جهان. در طبیعت تامان، زمین حاصلخیز و 4 کشاورزی و باغات، حاصلش رتبه اول تا 4 دارای پتانسیل بالای آفتابی، آماده استفاده از انرژی خورشیدی. در صید اقیانوسی و دریایی و صنعت آبزیان با موقعیت جهانی، در میراث فرهنگی و تاریخی که لبه نابودی است رتبه اول تا 12، اما در دفینه رتبه برتری داریم. دزدان مخرب اسلامی میدان، ما فقط افشرده ای از فراوانی میهنمان را فریاد زدیم. اکنون چرخی زنیم تا بینیم چه بر سر این دیار گران خطه و مردمان با تمدنش آمده. حاکمیت امروز ایران توسط یک گروه امی اسلامی تروریسم و طرفداران تابتای افراطیش اداره می شود. در بخش تلاش تعلم انسانی و شأن شهروندی شرم‌آورترین رتبه بالای 100 جهان را دارد. در محاسبات شاخص جینی این شتاف طبقه‌ای ناعادلانه را میتوان پیروی از نظام اسلامی دانست که سهم هر کس به اندازه خم و راس شدنش میباشد، نه علم و تواناییش. فرده دیکتاتور باشد تمام، پست عالی بگیرد، بودجه قید کند، ارز بدزدد، پرفرمای ساختگی بسازد، فرزندش این سو و آن سوی مرزها بتازد، به حسابهای بانکیش بنازد، آزاد است.
فقط مطیع و منقاد بماند، ناله مظلوم را نشنود و گاهی نقشی از صلات و شعار و انتظار خرافی ایفا کند. در بخش تراکنش ارزی و تجارت مرزی، بی ارزشترین پول دنیا قران و کمان ایران می باشد که هیچ. در سلامتی تی ام بی ناک از لحاظ اختلاس و فساد سیستماتیکی رتبه 150 بین 180 کشور، یعنی 75% ارز کشور هیچ. همچنین رتبه تجارت جهانی من هیچتر است. در طبیعت تامان از آلایندگی محیط زیست تا تخریب خاک و جنگل و نابودی تالاب و دریاچه و رودخانه، با تأسف رتبه اول تا سوم. در تکریر محالات بدترین کشوری که به خاطر زایسازی انرژی در صدر اسرافکارترین جهان قرار دارد. برای مثال سالانه نزدیک بر 10 میلیارد لیتر گازوئیل و 5 میلیارد لیتر مازوت در نیروگاه‌های حرارتی جهت تولید برق استفاده می‌شود. این عمل ناشی عدم استقبال از انرژی نو می‌باشد که تاوانش را محیط زیست و آیندگان بدون منابع خواهند داشت. در بخش تبدیل و توسعه، علاوه بر پسرفت پتروشیمی و میانات گازی، به علت ناتوانی مسئولین ناسواد هیچ تلاش چشمگیری جهت ارتقاء پیشبردی انرژی نو، هوش مصنوعی، بیوآنفورماتیک و غیره صورت نمیگیرد. شعارهای منم منمشان را باور نکنید، در حقیقت بادکنکن، میترکن. میتوان این عدم استفاده از تکنولوژی نوین را اسلام پروری سفاهت آمیز دانست. برای صحت و سقم کلام ما به سطح سوادی کشور که رتبه 120 را در جهان دارد بیندیشید. وقتی از بودجه سال 2200 میلیارد تومان به چند مجموعه حوزوی ملایان که کارشان خرافه پرانی و عوام فریبی است اختصاص داده می شود، آن وقت بودجه 4 سازمان علم و سلامت کشور، امور دانشجویان، توسعه نوسازی مدارس، غذا و دارو، تأمین دارو 60 میلیارد می باشد، یعنی 40 برابر بی ارزشتر از حوزه های آخوندی. تخصیص چنین بودجه ایرانی کش مقصرش مدیران بی ارزه سازمان ها و وزارتخانه ها می باشد، چون ایران برایشان مهم نیست، هیچ اعتراضی نمی کند. یعنی مسخ شده اند و بند شرافتشان را به دست رهبر شرف شستهشان سپردند. آن برده های بیکاره و مزدوری که از نادانی و حسادت لکاته گشتند و بر ما فحاشی می کنند، آنقدر دلگیرم نمی کنند. اما مسئولینی که مرگ و گرسنگی مردم را می بینید و سکوت می کنید، فردای پیروزی اگر بگویید مأمور بودیم و معذور، میگویم این زرنگ پس، راست میگویی، دست از پست و مقامت میکشیدی. امروز که خودتان و خانواده سیرتان در رفاه و کیفتان هستید، بزرگان جای خود، کودکان از گرسنگی و فقر خودکشی میکنند، هر که هم فریاد انسانیت میزند اعدامش میکنید و زندانی. به خدا که زندم تا به زانو در آورمتان. در بخش تولیدات مستغنی، تولید ناخالص داخلی منفی 8.1%، یعنی تیرگی رو به تقلیلات تی ام بی ناد. چرا؟ چون در عصر چهارمین انقلاب صنعتی نانوتکنولوژی، جای هزینه ثروت ملی در رواج علم افشانی و آبادانی کشور و آسایش مردم، صرف سوریه و لبنان و ترویج داعش اسلامی و جنگ و سلاح می شود، با حدی که با غنی‌سازی اورانیوم در مکتوم ایزوتوپ هسته‌ای افراد خودتان را ترور می‌کنید، دانشمند و شهید هسته‌ای می‌نامید. این حماقت‌ها به چه درد ملت گرسنه می‌خورد؟ جز خودتان و قبیله دزدتان، 90% مردم ایران زیر خط فقرند، فرزندانشان گرسنگی می‌کشند. کمبود مواد مغذی در بدن موجب بیماری پوستی و گوارشی و زودپیری، حتی منجر به سرطان می شود. می فهمید؟ با
فرماندهین لچرشن داعش باطن جمهوری اسلامی، حتی با ذخیره سازی چند تنی اورانیوم بمب هسته‌ای بسازید، در برابر قدرت‌های جهانی کمتر از نصف روز زر و زور و زاغه‌های زیر زمینتان نیز زیر و رو می‌شوند. دوستان جنی رهبرتان هم به دادتان نمی‌رسند. ای مردم آزاده و با غیرت، مگذارید آیندگان این بارا بی بخوانند. چهاردهم های اتحاد هر ماه را فراگیر کنید. 41 سال سرگرمی از سوی خارج نشینان کافیست، دارد دیر می شود. به خدا که اگر خودمان متحد نشویم، نه تنها این منابع ناچیز مانده هم نابود خواهد شد، بلکه آیندگان کشوری به نام ایران را نخواهند شناخت. از آب تا خاک تکه تکه می شود. اعتماد بر من چون تکیه بر کوه است. به دیوارهای ساختگی تکیه نکنید، بر سرتان خراب می شود. ایرانیان روز 14 دوستتان دارم.